لهم ما استطعتم من قوة. چند ساعت دیو شیش بیت اومان بیتی خونه دیدم ساعت شیش یه موشک زن در پول قدیم آقا رفتم دیسه تو هم تیکه تیکه بیسین بیر وسط خیابون بعدش اومیم که جمعشو کردیم بعد قرد کومیم به آمبولانس بردن شو رفتن دیدم آقا یه موشک دیگه بس منیم دی اومیلا اومیم منم بچون همو زیر خاک بیدن ستا مو زخمی بیست بید یا خور کچکه هم داشتم شهید بیست او ایران که میگه چهار تا موشک بندازه صدام یزید که ایران شکست بخوره ما دفاع میکنیم بس تماممون اگر کشته بشیم برای راه اسلام کشته میشیم ما هیچ حرفی نداریم خیال بکنه موشک بذاره تو شهر مثلا دسمولا شکست میخورن صدام یزید یه نفر جنایتکار دست نشونده امریکاست وقتی موشک ها قلب شهرهای کشورمان را می‌درید و خون مردم عزیزمان بستر خاک را تر می‌کرد. درست لحظاتی بود که امپریالیسم غرب و شرق درهای ورود سلاح به ایران را بسته بودند. بمباران و موشکباران تهران و فشار نبود سلاح برای پاسخ ما را در تنگناگ سختی قرار می‌داد. تا آنکه به فضل خدا چند موشک اسکاد زمین به زمین وارد ایران شد و از این موشک ها چند فروند به سوی قلب رژیم بغداد شلیک شد تا پاسخی باشد برای تجاوز به حریم مردم ایران. از این موشک ها ما دو فروند رو به تاسات صنعتی و پالشگاه کرکوک پرتاب کردیم و یکی هم به سمت خاص تاسات پالشگاهی بوده و بقیهش رو عمدتاً هدفگیری شهر بغداد به عنوان مرکز حکومت جنایتکاران بعثی بود. جنگ با همه فرازها و فرودهایش پیش می رفته و در مقابل انبوه موشک های صدام ایران نیز با شلیک آنچه در توان داشت پاسخ حملات موشکی را داد و کسی نمی دانست در سوی دیگر جبهه ها مردم گمنامی چون شهید حسن تهرانی مقدم و یارانش در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تکیه بر تخصص جوانی موشک ها را مهندسی معکوس می کنند و پایه‌گذار دانش موشکی خواهند شد. اینها به درستی فهمیده بودند که معنای آگه حک شده بر سینه پاسداران جهاد علمی نیز هست و با مجاهدت فی سبیل الله قادر خواهیم بود که دانش موشکی را اگر در سریا باشد به دست آوریم. و این موضوع که ما قادریم علی‌رغم پیچیدگی سیستم ها، علی‌رغم اینکه تاکنون دنیا و صاحبین این سیستم ها تلاششون بر این بوده که اگر سیستم رو دادن آموزش رو ندن، اگر آموزش رو دادن تعمیرات و نگهداری رو ندن، ما به حمدالله این آمادگی رو و این توان رو و این ارزیابی رو از این توان امروز در خودمون و در یگان موشک نیرو میبینیم. به فرموده قرآن اگر میخواستیم تا فقط بنده خدا باشیم بایستی انعام تولید سلاح‌های مؤثر که حلیت آن مطابق شرع تعیین شده بود در اختیار میگرفتیم و
و چون خالصانه و مؤمنانه آغاز کردیم، خدای متعال نیز برکت خود را ارزانی داشت و ایران به سرعت و برخلاف میل استکبار بین المللی به قدرتی موشکی تبدیل شد. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. با استعانت از خداوند متعال و استمداد از حضرت بقیت الله الاعظم، یا محمد ابن عبدالله، یا محمد ابن عبدالله، یا محمد ابن عبدالله. رزمایش های موشکی سپاه که هر سال با نوع و شیوه های جدیدی برگزار می شود، حکایت از آن دارد که انقلاب اسلامی به رغم تهدیدهای دم به دم و خشم دمادم استکبار آنقدر پرقدرت است که دشمن هزینه حماقت و تجاوز را چنان بالا می بیند که جز بازی رسانه‌ای سیاسی چیزی برای تسکین خود ندارد. با این رزمایش ها مردم دلگرم می شوند و دشمن سخت می ترسد، زیرا به خوبی می داند که با چه نیرویی و با چه کسانی روبروست. فهمیده است دیگر توان و یاراگ توقف حرکت اسلامی مردم ایران را ندارد و تا زمانی که این مردم شهادت طلبند و برای مرگ سرخ قیمت عمر و جوانی خود را می پردازند قدرتی صد چندان دارد. و آیا با چنین مردمی می شود جنگید؟ توانن کاری بکنن، اصلا نه تهدیدی میکنن نه بحثی رو میکنن، با غافلگیری میان میزنن. مگه کم این کار رو کردن؟ جمع میشن میان میزنن، یعنی همه رو بسیج میکنن، این کار رو میکنن. اون روزی که ما وارد کننده سیم خاردار بودیم کاری نتونستن بکنن، امروزی که سازنده و صادر کننده موشکیم قطعا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. تا زمانی که این مردم شریف و دلاور رو داریم، تا این بسیجیان رو، تا این سپاه و ارتش رو داریم، اونا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. با تازه ترین شاهد این حکم الهی که انتنصر الله ینصرکم و لا غالب لکم باشد، رزمایش پیامبر اعظم هفت است. رزمایشی که سه تفاوت بزرگ با دیگر منوف‌های سپاه دارد. اول آنکه هدف اصابت موشک‌ها این بار فرضی محض نیست، بلکه شماگ کامل با جزئیات یکی از پایگاه‌های نظامی فرامنطقه‌ای دشمن است. این نماگ شماتیک دو پیام مهم دارد. نخست اینکه مانند ناوهای هواپیمابرشان، کلیه پایگاه‌های منطقه‌ایشان نیز کاملاً زیر نظر است بدون آنکه متوجه شوند. و دوم آنکه اگر این پایگاه مورد اصابت چند موشک از چندین نقطه ایران واقع شود، از این به بعد در هیچ پایگاهی سرباز دشمن خواب آسوده نخواهد داشت. اما آیا چنین می شود؟ Thank you.
تفاوت دوم این رزمایش بمباران این پایگاه بعد از موشک باران توسط سوخوها و پهبادهای بمب‌افکن است. پهبادهایی که دور از چشم دشمن و در اوج سراسیمگی موج سوم حمله را آغاز می کنند و بمب‌های هدایت شونده را روی پایگاه می ریزند. اما همه این وقایع زیر چشم تیزبین پهبادهای رصدگر انجام می شود. این پهبادها روی هدف قفل می شوند و تا لحظه اتمام مأموریت دور از چشم رادارها حضور دارند. خصوصا که این موشک ها همچون ابابیل می توانند از سیلوهای مخفی در سراسر کشور به سوی هر هدفی شلیک شوند و نیز شلیک فوق‌العاده موفق موشک های بالستیک خلیج فارس. بله، خاطرتون باشه سال گذشته مراحل تحقیقاتی موشک پایان پیدا کرد و تولید اون در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آغاز شد. ما از اولین بچه های تولیدی در این رزمایش استفاده کردیم، یک هدفی رو در 300 کیلومتری پیش بینی کردیم و این موشک به سمت اون شلیک میشه و با سیکر هوشمندی که در نوک موشک هست در واقع هدف رو میبینه. میبینید الان قفل کرده رو هدف و به سمت هدف داره شیرجه میره. این دوربینیه که روی موشک هست؟ روی موشکه، بله بله، الان اصابت کرد و جالبه که بدونید این هدف ابعادش یک بیستم اهداف شناورهای بزرگه، یعنی شناورهای به اصطلاح رزمی معمولا سطح مقطعش 20 برابر این بارچیه که ما استفاده کردیم به عنوان هدف. این موشک در واقع یک موشک بالستیک، خب سرعتش بسیار بالاست. موشک های کروز ضد شناور معمولا سرعتشون زیر سرعت صوته، این چندین برابر سرعت صوته و می تواند در فواصل بسیار دور اهداف خودش رو مورد اصابت قرار بده. زمان رسیدن به هدف خیلی کوتاه است و امکاناتی که امروزه روی شناورها برای مقابله با موشک‌ها دارن معمولا برای کروزهای سرعت پایین. و اما تفاوت سوم، شلیک موشک خلیج فارس که ارتقا یافته موشک فاتح 110 است. این موشک کاملا بومی از 300 کیلومتری شلیک شد و با سرعتی فوق صوت به حرکت درآمد. و این سرعت یعنی اینکه هیچ شناوری امکان رهگیری آن را به سادگی ندارد، خصوصا آنکه این موشک از ارتفاع بسیار بالا بر روی هدف شناور قفل می کند و به سوی آن شیرجه می رود. به هر حال آنچه که انجام شد به عنوان بخش کوچکی از قدرت نظامی کشور هست که می توانستیم در واقع تاثیر بکشیم. هدف اصلی این رزمایش اینه که ما اراده سیاسی ملت مسلمان ایران رو در دفاع از ارزش‌های حیاتی و منافع ملیمون به شکل نمادین با استفاده از پرتاب موشک‌ها به همه جهانیان نشون بدیم و در حقیقت این کار واکنشی است به کسانی که با بی‌ادبی سیاسی با ملت ایران صحبت می‌کنند و سخن از روی میز بودن همه گزینه‌ها می‌کنند. به کشورهایی که واقعا دارن ماجراجویی می‌کنن این پیام رو می‌خوام بدم که راه به جایی نخواهند برد. ما مصممیم، ایستادیم و به هیچ وجه از منافعمون کوتاه نخواهیم اومد. و این رزمایش ها برای مردم منطقه صلح و دوستی است و برای آنان که مردم ایران را به بردگی میپسندند ندای تاریخی هیهات من الذله. پس آیا دیوانگان قدرت را جرأت دوباره آزمودن مردم ایران هست؟ بینندگان عزیز سلام، در این بخش از برنامه نظر شما عزیزان را جلب می‌کنم به مهمترین عناوین خبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت گروه 10 پدافند هوایی محرم شاهرود یکی از یگان‌های تخصصی سپاه است. سردار سرلشکر پاسداران محمد علی جعفری در جلسه شورای فرماندهی گروه 10 پدافند هوایی محرم شاهرود تاکید کرد موجودیت هر یگان و سازمان به انگیزه ها و آمادگی لازم نیروها در جهت انجام مأموریت هاست و باید تلاش کرد روحیه و انگیزه نیروها را ارتقا و مباحث اعتقادی و معنوی را در بین کارکنان گسترش داد.
و این خاطر نشان کرد باید تلاش شود تا نیروها در یگانهای تخصصی خود مهارت‌ها و تخصصهای لازم را به خوبی فرا گیرند تا در زمان لازم مأموریت‌های محوله را به نحو مطلوبی انجام دهند و این نیاز به دقت و کار شبانه روزی دارد. نماینده ولی فقیه در سپاه در اولین کنگره شیطان ها شهاب جلوه پهلوان.